ما یک گفتگوی اخیرا داشتیم سر بحث قانون الزام به حجاب. الان این قانون شما چجوری میبینید؟ یعنی تحلیلتون از این ماجرا چیه؟ ببینید، اگر مجلس قانونی گذاشته و اکثریت جامعه میگه من قبول ندارم، شما میتونید بگین قانون من به هر قیمت اعمال میکنه؟ میگن مهم نیست که نپذیرن. یس، میخوام الان ببینم پاسخ شما به این استدلال. به محض اینکه این مجلس بگه مهم نیست، خودش فاقد مشروعیت شده، چون این مجلس نماینده ایناست دیگه. نماینده میتونه خلاف خواست اون کسی که اینو تعیین کرده عمل کنه؟ خب اینا میگن آره. چجوری آخه؟ اجازه نداده. آقا ما شما رو نماینده خودمون کردیم در این امور، اصلا حالا تشخیص اون این تو اصلا اینجا داری اشتباه از اسلام میفهمی؟ تو نمیتونی میگه نه خیر، چطور رأی دادی باید بپذیری؟ این چه منطقی پشتش؟ گیرم یه برهه‌ای هم مردمو ساکت کردی، کارتو کردی، در یه مقطعی میزنن داغونت. خب اینا یه حرفشون اینه که میگن در اصل پذیرش دین و پذیرش اسلامیت اکراهی نیست، اما شما وقتی که دین را پذیرفتید، وقتی حکومت اسلامی را پذیرفتید، در جزئیاتش دیگه نمیتونید چونه زنی کنید. اینا میان یه چیزایی را مخلوط میکنن. اولا پذیرش دین با پذیرش حکومت جمهوری اسلامی دوتاست، نباید مخلوط بکنید، قطع بکنید. اصلا یک کسی اومده رای داده به جمهوری اسلامی، الان میگه من این شکل را نمیخوام، حقی داره یا نداره؟ دیگه میگن تو از حق ساقط شدی؟ ظاهرا اینجوری. به چه حساب؟ اصلا اومدیم و یه حکومت الله خلاف غیر از جمهوری اسلامی اومد این رأی رو گرفت و به هزار انحراف و اشتباه افتاد، دیگه مردم حقی ندارن بهش بگن اصلاح کن؟ این چه حرفیه؟ این که همون دیکتاتوریه، یعنی توجیه کردن دیکتاتوری به نام دین. یه اشکال جدی بحث شما مثلا کاملا بحث درستی بود. حالا یکی از اشکالات جدی از طرف طیفی از دوستان حزب الله ما این بود که رهبری دو سال پیش در سخنرانی اعلام کردن که این مسئله را کسی وارد نشه و گله کردن، شکوه کردن از این که یه روشنفکری، یه روحانی از یه طرف، یه آدمی از یه طرف میاد بحث نفی حجاب الزامی مطرح میکنه. یعنی رهبری یه موقع توصیه میکنه، یعنی اگه کسی نظری داشت نده. خب آقایون میگن نباید بده. دو سال بده. پیش تا الان شاید عوض نشده. اینا یه حرفای خیلی سبکه. نه من یعنی وقتی شما میخوای به ظواهر صحبت‌های رهبری استناد بکنی، محدودیت درست کنی برای مردم. اما همین رو من از سال 84 تو انتخابات گفتم، آقا من قبول ندارم حجاب اجباری. 84 گفتم، 50 بارم تکرار کردم.